گمان میکنم که تو این لحظات زیبایی که داری میرسیم به تحویل سال، عزیز دیگری هم در کنارمون باشه، جمعمون جمع شیرین خواهد شدش. کسی که اصول گفتگو رو میدونه، سالیان سال در این راه تلاش کرده و به حمدالله و المنه برنامه برمودای او این شبها از شبکه نسیم بیننده خودش رو پیدا کرده و خواهون داره. به افتخار همکار گرانقدر و عزیزم جناب کامران نجف‌زاده. به 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 آقا خیلی مخلص، خیلی خوشحال شدم. فدای تو، خیلی خوشحال، خیلی مخلص، خوبی؟ خیلی مخلص، خیلی مخلص، ببخشید. زنده باشین، خوشحالم که شما رو زیارت میکنم. مخلصم فرزاد جان، خیلی دوست داشتم برم سر برنامه‌شون و خسته نباشید. انشاءالله افتخار میدید تشریف. گفتگوهای گرم، درست، حساب شده. بعضیا در گفتگو به خاطر جلب مشتری و تماشاگر و مخاطب هر فنی میزنن. بهشون هر فنی رو بلد هست. ولی در راستای تعریف برنامه حرکت میکنه و گذشتن از بعضی از امیال نفسانی حین گفتگو کار سختیه. گاهی وقتا گفتگو کننده دوست داره خودش هم دیده بشه دیگه. خیلی خوش آمدید. شما فرزاد جان، قربون شما برم. شما خوبی؟ البته با چه برنامه خوبی شده ها برنامه‌تون داری؟ اینا از تو بعید نیست. برنامه خوبی شده برنامه‌تون فرزاد جان. چه مهمان‌های عزیزی، خودت که برگ برنده ای و شبکه نسیم. ان شاءالله موفق بشی. با مردم صحبت بکن. با کدوم دوربین؟ خیلی مخلصیم. سلام و عرض ادب. ان شاءالله که سال خیلی خوبی داشته باشید و ایام به کام باشه. قربونت برم. در مورد برموداتون میگین، تو عیدم پخش دارین شما؟ بله، عیدم هفته ای سه شب پخش داریم. چی گرفتین؟ مهمانهای خوبیه، مهمانهای خوبی داریم و امیدوارم که به دلتون بشینه گفتگوهایی که با سوژه های نسبتاً متفاوتیه و احساس میکنم که هر چی پیش میره کار حداقل برای خودم قابل دسترس‌تره و به ابعاد دکور، به ابعاد آدم‌ها، به جهان اونها بیشتر آشنا میشم. و من البته تجربه گفتگوهای ویژه خبری اینا رو داشتم، اجرا شو و مصاحبه خبری، ولی اینجا یه جهان دیگه ای داره که دیگه خودت استادی و ما زیره به کرمان میبریم. فکر میکنم هر چی جلوتر بریم برمودا اگر خدا بخواد بهتر بشه و قوی‌تر. هی باید مخاطب ببله. خاصیت جزیره برمودا اینه آدم تو گفتگو وقتی گم بشه چیزای نوعی پیدا میشه. وقتی فقط میخوای سوال بکنی و انتظار جواب نداری و جواب مسئلت نیست و قرار این زمان پر بشه تا سوزش نباشه، هیچ برنامه‌ای در نمیاد. در شعر این گونه است، دست به قلمی نوشتی و مینویسی و بازی میکنی. در این هنرها هم این گونه است. در هنر و فن مصاحبه که شما بلد کار هستید، از جوانی اول تا جوانی دوم دارین کار میکنید. این هنر خیلی خیلی مدیون این نکته ای که من گفتم، باید سوزش باشه. محسن نجفی، کامران شهریوری کمک کردن انشالله برنامهشون بیشتر بگیره و جواد انصافی عزیز و گرانقدر که درود میفرستن به او. کدوم گفتگو خیلی آره، جواد انصافی رو به افتخار جواد انصافی. کدوم گفتگو خب میتونستی به آتش بکشی ولی نشستی به آتش نکشیدی تو همین چند دقیقه پخش شده؟ والا واقعا فرزاد جان بنابر اینه که حال مردم خوب باشه در بله. پایان گفتگو حال کسی هم که باهاش گفتگو میکنیم خوب باشه. از یه طرف هم این مهمه که مخاطبم احساس بکنه که اون سوالهایی که داره پرسیده شده و به نوعی اقناع شده. این وسط تو این برزخ یه ذره کار سخته. بله. در آوردنش کجدار و مریض. آره، یه ذره این که مثلا حالا کجا بوده که یهو گفتی برم به یهو دوباره گفتی نه، چارچوب برنامه یه جور دیگه است، تعریف برنامه یه جور دیگه است. کدوم گفتگو بوده اشتها برانگیز بوده؟ خیلی هاشون این شکلی میشه. یه دونه شون بگو. خیلی هاشون این شکلی میشه. سه تاشو بگو. مثلا گفتگو با آقای جناب استاد خسرو معتضد. به به، اینجوری بود که چند بار این انقلت می‌خواستی بیاری؟ آره یه ولی سعی کردیم که دیگه به هر حال خودمون خود جمع و جور کردیم. آره البته البته تاریخ حجیت نداره، راحت باش. دیگه کی؟ خیلی ها بودن، خیلی ها بودن. فقط گیرتون آقا معتضد بود دیگه؟ اسمش نه، اسامیش مثلا پسر دکتر حسابی بودن، ایشون هم
فکر میکنم گفتگوی میتونست شاید چالشی تری در باشه. فرصت دادن شما صحبت بکنی؟ آره ازشون چند بار خواهش کردم تو بین گفتگو. بله. ابراز ارادت میکنم خدمت های مهندس چون زیبا صحبت میکنم. آره. فرصت داره بهشون. من بهشونم خدمتشونم عرض کردم که این رشته تسبیح گفتگو از دست من ممکن خارج بشه. ازتون خواهش میکنم که ساقی سیمین ساق بود. بله. بله. رشته تسبیح اگر بوکس است معذورم بدار. پس شما تجربه شو داشتید. بله. بعضی نسخ میگه دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. این قابل پخش داره. آره خلاصه بعضی از سوژه ها اینجوری میشه فرضش. میگه من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد. تو بعضی از اینا اگر یه سوالی بپرسی که مثلا یه ذره سوال صریح‌تری باشه و یکم لایه‌های درونی‌تری رو بخواد واکاوی کنه ممکنه که مصاحبه شونده هاش حال نکنه حداقل یا بهش بر بخوره و بعضی هم یه چیزهایی میگن که به قول شما آدم دوست داره که یه سوال بعدی رو خیلی صریح‌تر و دقیق‌تر و شدیدتر بپرسه ولی خلاصه گفتگو آیین درویشی نبود و نه با تو ماجراها داشتیم. ایشالله که ماجرا داشته باشی. ایشالله. ماجرا آنچه که جاری است و میرود. باید قول بدی که ایشالله بیایی. تشریف بیاری. من حتما. ما و اتفاقا دو مهمان بزرگوار دیگه هم بوده ایشالله خواهد داشت. اگه گیرشون آوردی حتما در وقت. نه قولشو گرفتیم دیگه. آره. قولشو گرفتیم. آره. آره. برنامه رو بس. سه تا برنامه آینده عید مشخص شد. بله. همه شعر خوندن غیر از تو. والا من خب میدونی که از سر صحنه اومدم. میدونم خیلی خستم میترسم. من از سر دو تا سریال اومدم همزمان. خب پس ماشاءالله به شما. واقعا چشم میخونم در ادامه. خوی رفته بودی و فراوان کار کردی. دوست دارم یه خوردم بگی که ما یاد مردم خوی هم باشیم. بلد. یاد مردم سیستان و بلوچستان هم باشیم. تو هم کمکم بکن. چشم. تو به حال گزارشگر فوق‌العاده‌ای هستی و گزارشگر خوب گیر نمیاد. بند خدا گیر نمیاد. خیلی ممنونم ازت که راجع به موضوع پرسیدی. یکی از دلایل اصلی حضور من توی این برنامه پرداختم به همین موضوع بود. خب زلزله‌ای که توی خوی بود و هنوز ادامه داره، یعنی تا سه ریشتر، سه و دو، سه و سه همینجوری ادامه داره. فقط اتفاقهایی که افتاد راجب تخریب و این حرف ها نیست، یک ترس عمومی، یک وحشت عمومی مخصوصا برای بچه ها، برای کودکان آسیب هایی داره که به مرور زمان خودش رو نشون خواهد داد و تلاش شده، خیلی کار شده. من خب از روزای اول در جریان بودم. باید صادقانه حرف زد، واقعیت ها رو گفت، نقاط قوت رو گفت و مشکلات رو هم گفت. انصافاً تمام دستگاه‌های اجرایی پای کار اومدن، الحمدلله تلاششون رو کردن، ولی داستان اینه که در بعضی بخش‌ها خوب پیش رفته. مثلا کاری که توی روستاها انجام شده خیلی چشمگیره، ساخت و سازهایی که شده، وام‌هایی که داده شده، ولی تو بعضی بخش‌ها از جمله شهر به شدت ضعیفه فرزاد. یعنی اتفاقی که افتاده وقتی یک حادثه اتفاق میفته تمام کشور تو لحظه بسیج میشه و خیلی زود متاسفانه فراموش میشه. الان ما شاهد این هستیم که خیلی ها هنوز کمک های بلاعوض رو نگرفتن. خیلی واضح با آمار دارم حرف میزنم، میگم کارهای خوب به شدت اتفاق افتاده مخصوصا توی روستاها، ولی توی شهرها یعنی به خاطر اینکه یک وام بلاعوض 40-50 میلیونی رو حتی بگیرن واقعا نمیدونم. یعنی ما از هر طرف که میریم هم هر کسی میتواند مقصر باشد و هم میتواند مقصر نباشد. بله. یعنی اینها اینقدر تو هم تنیده شده. فرض کنید شما میرید برای اینکه وام بگیرید، بعد میگن فلان وامی که فلان سال گرفتین اینقدرش مونده. خب عزیز من، خونه هایی تخریب شده که خونه های ضعیفی بوده، خونه های ضعیف مال کیاس، مال قشر ضعیفه، طبیعتا اون آدم نمیتونه به یک حدی برسونه خونه‌شو که تازه بیاد وامو بگیره. بله. یعنی یک سری چیز. بعد مثلا میگن آقا تو مساله قرطاسبازی پدر مادر بوده، میگن مساله کمک میشه، مثلا سیمان از تهران قراره بیاد، میگیم آقا دم شما گرم، بعد فقط هزینه حملشو باید خودتون بده. بعد حساب میکنیم میبینیم مثلا کیسه اینقدر ارزون تر از بازاره.
خیلی میگم و من نمیخوام زیر سوال ببرم و خیلی کار شده، ولی متاسفانه این یک دست نیست. این تو بعضی بخش ها روش داریم، تو بعضی بخش ها همینجوری وایسادیم. یه هایی مثلا اعلام میشه که آقا بیمه خونه هایی که مناطق حادثه خیز هستن خیلی اتفاق خوبیه، ولی تا قسطشو ندی اینو نمیدیم، این مجوزو نمیدیم، بعد انگار باید اتفاق بیفته بریم تو دلش بدونیم چه اتفاقی افتاده. یه موضوع رو هم به اشاره کنم، خیلی جاها تقدیر شد از بخش‌های مختلف متاسفانه اثر سهل‌انگاری یا هر چیزی به کمک‌های مردمی، نیروهای مردمی که از روز اول اونجا اومدن، نیروهای مردمی خود شهر مناطق که جمع شدن با هم دیگه، اتفاق عجیب و غریبی رو رقم زدن. یعنی اینا فارغ از گرایش‌های فکری و ذهنی کنار هم جمع شدن، سازماندهی شدن و کمک کردن. هیچ جایی اسمی ازشون نیومد، حتی برای اینکه آقا یک تقدیرنامه به اینها داده بشه، کسی مسئولیت امضا پای این تقدیرنامه ها را حتی به عهده. همه مشکل مملکت همین شکلیه ها، هر جا این چیزای ریز حالا تو بیشتر تو نتیجه گرفتی. بله، هر جا کار به مردم همین سپرده شد، الان از استانهای دیگه بعد گذشته یک سال بیشتر گذشته دیگه، از استانهای دیگه خیرینی هستن در ساخت و ساز که همین الان تو خوی دارن ساخت و ساز میکنن. یعنی آخرش این گروه های مردمی به من میگن که تو امضا کن که لااقل زشت نباشه ما این تقدیرنامه‌ای که داریم میدیم، چون ما میترسیم از این که این تقدیرنامه‌ای که داریم میدهیم دو سال دیگر اون عنوانی که هست، نه آقا اومده کار میکنه، اونم نیازی نداره به این قضیه. ما از این قسمت زندگی طرف تقدیر کردیم، از چی میترسیم؟ من یک غزل شما رو تایید بکنم یعنی همه کارهای شما رو تایید کردم، اینطور که نیستش که. متاسفانه این احتیاط بیش از حد، و من دارم به مسئولین عزیز میگم، من به عنوان کسی که این وظیفه رو دارم، من پیگیر این موضوع هستم، یعنی تو همه بخش ها دارم عرض میکنم، به بانک های محترم دارم اعلام میکنم، اون کسایی که خیلی دوستانه داریم الان مطرحش میکنیم، ولی اگر قرار بر پیگیری باشد اون وقت به هر حال من بخشی از نقش هامو با خودم حمل میکنم. بله، به یادگار گذاشتم و خواهش میکنم این موانع رو رفع کنید. خیلی ممنونم از استانداری محترم، فرمانداری، خیلی کار کردن، واقعا نمیشه زحماتشون رو نادید، بی انصافیه. بله، اگه بخوایم هلال همه همه بخشا. بله، ولی الان تو دل شهر، تو مناطق ضعیف شهر، ما خونه هایی داریم که همینجوری مونده، حکم تخریب، یعنی تخریب رو گرفتن، میگن آقا بکوب، وقتی ستون ها رو آوردی بالا ما 300 میلیون رو میدیم یا 40-50 میلیون بلاعوض، خب از کجا بیاره به اونجا برسونه؟ ما هم در حد توان خودمون بچه های هنرمند کمک کردن، ما هم یک سری کارا کردیم و داریم انجام میدیم. خیلی ممنونم از مجید صالحی که به قولش عمل کرد، اون ماشینی رو که تو جشنواره گرفته بود فروخت، داد و ما به خیریه هایی که دارن کار ساخت و ساز انجام میدن. ولی واقعا فرزاد یه چیز دیگرم بگم راجع به این موضوع، زلزله خوی خیلی عوارض داشت ولی برکت هایی هم داشت. توجه به این شهر، ما فهمیدیم که چقدر معلول داریم توی این شهر به واسطه حالا ازدواج های فامیلی که اطراف انجام شده. خیلی از اینها اصلا اطلاع نداشتن که بهزیستی حمایت میتواند بکند از اینها. مشکلات شهر زده بیرون، ولی در کنارش اینها که اومدن میگفتن چه مردمان خوبی، مثلا اظهار تعجب میکردن، میگفتن ما کمک بردیم، میگفتن ما نیاز نداریم مثلا به فلان. البته همیشه همه جا استثناهایی هست. من فکر میکنم اخیراً هم اعلام شد که منطقه ویژه فرهنگی خیلی خوبه، به خاطر وجود مقبره شمس که بهت بگم الان چند سال 4 ستون بردم بالا هنوز ساخته نشده. من باید اینا رو بگم به خاطر خوشایند کسی هم نمیگم، من بچه خویم وظیفه دارم که راجب موضوع حرف بزنم، ولی داستان زلزله خوی بسته نشده. مدیران عزیز، خیرین عزیز، و ایشالله با آمار ما تا 1-2 ماه آینده در خدمتون خواهیم بود، بدون سیاه نمایی، با تقدیرها و تشکرهایی که
کنارش وجود داره. خیلی ممنون. ممنونم از شما. زمانی امکان داره صحبتات بلند باشه ولی اینا اجر داره، ملالم نمیاره. خب اینطور که ساعت رو میبینم کم کمک داریم نزدیک میشیم به لحظه تحویل سال. از همینجا کامران جان حرفی، دعایی و سخنی واسه این لحظات زیبا داری؟ دوست دارم بشنوم. انشالله که ما را هم لبخندی در راه خواهد بود. بفرمایید. من آرزو میکنم سلامتی، آرامش و شادی برای همه مردم، ولی ویژه برای کودکان، ویژه برای بچه ها. هیچ امیدوارم که نمیتونیم بگیم، چون حتما پدری خواهد بود که شرمنده بچهش باشه. امیدواریم که کمتر باشد نسبت به سال گذشته. امیدواریم امیدوارم بچه های جهان شبها بدون ترس بخوابن. هیچ ابایی ندارم که تو این لحظه اعلام کنم که آرزو میکنم که این خشونت، این وحشتی که الان در غزه برای بچه ها و تو اون فضاها حاکمه و ما هر روز خبرهای هولناکی میشنویم، عکسهای فجیعی میبینیم و دنیا وایساده داره تماشا میکنه، لااقل ما میتونیم آرزو کنیم براشون. هر کی هر چیزی میخواد بگه بگه، ولی آرزوی صلح دارم برای همه جهان. میدونم محقق نمیشه ولی آرزوشو که میتونیم داشته باشیم. آدمی به آرزو زنده است. آیالا فرمودن که جار سمت دار. من اول برای ملت مظلوم فلسطین و به ویژه غزه، اهالی غزه که قابل تصور نیست چه لحظاتی رو دارن سپری میکنن، دعا میکنم که این قمار عاشقانه شون به پیروزی هر چه زودتر منتهی بشه. من تو این روزها وقتی که میدیدم این صحنه های بسیار تکان دهنده است، شهادت و جراحت و گرسنگی و آوارگی و ویرانی که نمیدونم واقعا چجوری میتونن دولت‌های غربی در مقابل اون بی‌تفاوت باشن، باز هم چون شاعریم دیگه، این ملت انقدر در نظر من عظیم آمدند که این بیت مولانا بر من تداعی میشد که خنکان قماربازی که بباخت هر چه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. این ملت اومدن خانه، کاشانه، فرزند، عزیز، قضا، شادی، همه چیشون رو از دست دادن، هیچی براشون نمونده، اما رو حرف خودشون ایستادن، حاضر نیستن اون سرزمین رو ترک بکنن، حاضر نیستن تسلیم بشن در مقابل اشغالگران با این قمار بزرگی که اینها کردن. امیدوارم که به پیروزی برسن و بعد برای ایران عزیزمان، ایرانی که ریشه در هزاران سال تمدن بیمانند و هنر و ادبیات کم نظیر و معنوی آسمانی که همیشه ریشه در آموزهای الهی داشته، برای ایران عزیزمون دعا بکنم. حیف ایرانی هاست اگر بینشون نقار باشه، اگر بینشون کدورت باشه. دعا میکنم که امسال سال آشتی باشه، سال رواداری باشه، همدیگر رو درک بکنیم در هر صنفی که هستیم، در هر قشری که هستیم، بیشتر به همدیگه مدارا و رواداری داشته باشیم. صحبت از مسئولان شد، خب ترجیح سخن همه مردم، همه ما هم همیشه اینه که از مسئولان گله میکنیم دیگه، ولی همونطور که فرمودن، نه، بسیاری از مسئولان ما در همه ادوار و دولت ها، خودم شاهد بودم، بسیار زحمت کشیدن، زحمت میکشن، اکثریت اونها مدیران دلسوزی هستن، انسان‌های شریفی هستن، اما نه، بله قانون درسته، آیین‌نامه درسته، جلساتی که شما دارید محترم، اما وقتی یک مردم برای یک نیاز فوری به شما مراجعه میکنن، بزنید زیر این قواعد، شجاع باشید، تصمیم گیرنده باشید. اینجا ارتباط مسئولیت، حاکمیت، سیاست با ادبیات و هنر اینجا مشخص میشه که در ظاهر بی ربطه ها، اما خیلی به هم ارتباط داره.
من فکر میکنم مسئولان ما حتما باید بوستان و گلستان سعدی رو بخونن، حتما باید قابوسنامه رو بخونن. ما در ادبیاتمون همه گونه آداب رو برای مملکت داری داریم، حتی آداب دشمنی. قصه های خوب برای بچه های خوبم بخونن ما راضی هستیم. از دعا کشید بگیزنیگه، ولی واقعا دعا هم برای مسئولین و هم برای مردم، مردم هم هم روادار باشن انشاءالله. خب در میت هر سه بزرگوار عرض میکنم که زمان میگذرد، نه شبیه ما که میگذریم، ولی هنوز دستمان از دلمان و دلمان از چشمهایمان حس میافتد و جا میماند. زمان ما را جا میگذارد، گاه در آغوشی خسته، گاه در جادهی متروک و بیشتر در خیالی سرد. امسال برای جهان فقط زمان بود که گذشت، اما برای من سال 1403 هجری شمسی. افتخار دوستانم در گروه آوای ایل کلکو، خیلی لطف کردید. عید بر شما مبارک، خوش بگذره امسال. آقا مبارک باشه، قربونتو برم، برقرار باشی، مبارک آقا ایشالله مبارک باشه. خیلی مخلصم، سلامت فدات شم. چه روحه های ماهی رو داریم ماش میکنیم. قربونتو برم، فداتون شم، برقرار باشی. خیلی ممنونم، مبارک باشه، سلامت باشی. خیلی ممنون، خسته نباشی. تو به این میله تکیه دادی وایسا، من خودتو بهت بگم به حال شما از خارجه گذشتیم قربان. خب اولین سخن در سال 1403 دیگه، قانونیش از الانه دیگه، بعد از تحویل سال. بفرمایید قربان. بله. نه نه من منبر میرم. میخوام شما شروع کنم، جوان‌تر شروع کنم. من فهمیدم که از همه پیرترم. تو که اصلا یه کلم نمیذاری. من کوتاه میگم و برود. اینقدر.
خیروتام میگه تو سلامتش. ان شاء الله که من چون همیشه کوچیک‌تر بودم، تغاری بودم، هنوز ناخودآگاه فکر می‌کنم سنم کمه. امشب دارم از همه تون پیرترم. اختیار نه، توی این قاب اینطوری شده. بفرمید، خواهش میکنم. خاطرات که آن بچه ها رو خدمت و من رو اشاره کردم. آره، تعریف میکردم. سلامت باشی. انشالله که سال خیلی خیلی خوبی باشه. انشالله که مردم امسال دلشون خوش باشه. دلشون خوش باشه و با دل خوش بشینن و برمودا رو نگاه کنن و بله. انشالله که خلاص ما هم مهمانهای خوبی داشته باشیم و دعا کنن برامون. و خیلی هم ممنونم بابت این نگاه‌های خوبشون، این همه انرژی مثبتشون درباره برمودا و همین دیگه، آرزوی دل خوش برای مردم. انشالله امسال به جای اینکه روی همدیگر رو کم بکنیم به هم رو کنیم. انشالله به به ایزم باید بزنم زیرین به نظرم بهترین چیزه. من امیدوارم به جز همه حرفایی که زدیم در بخش فرهنگ، در بخش سینما، تولید محتوا، امیدوارم یک اتفاقهای خوبی بیفته در نگاه کلان. امیدوارم صبر و حوصله کسانی که تصمیم سازن، تصمیم گیرن، یه ذره بره بالاتر، انشاءالله. یه ذره کمتر مصاحبه کنن، یه ذره دعوت به آشتی کنن، یه ذره متواضع‌تر، برای اینکه این فضا متعلق به هیچ کسی نیست، مسافرانی هستیم که میاییم و میریم. واقعا فکر میکنم تو حوزه فرهنگ ما خیلی عقب. من به عنوان یه آدم کوچیک، تو در واقع به عنوان فعال کوچیکی از این حوزه دارم این حرف رو میزنم. امیدوارم که مخصوصا مسئولین محافظه کاری رو کلن بذارن کنار، عافیت طلبی رو بذارن کنار. یه پیشنهادم دارم. پیشنهادم اینه که توی این مسئولیت ها مثلا میز نباشه. بله. به نظرم بدون میز به کارشون ادامه بدن فکر کنم خیلی اتفاقهای خوبی میفته. خیلی حرفا دوست دارم بزنم ولی چون عیده، بله، انشالله که اتفاقهای خوب بیفته. من حالا به جهتی خودم رانندگی نمی کنم، خیلی از کارام خودم نمیتونم انجام بدم. با خیلی از جوانها مثلا تو این ماشینهای کرایه مؤسسا یا کاسبیهای خرد، جوانهایی که با اندک درآمدی کارهای یدی سخت انجام میدن، جوانهایی که عهده‌دار هزینه خانوارها هستن، میبینم واقعا در اکثریت اونها جوانمردی، لطافت، تعقل، نجابت موج میزنه. هیچ توقع چندانی ندارن جوانهای ما واقعا، یعنی جز یک زندگی آبرومندانه محقر که دستشون پیش کسی دراز نباشه بتونن نیازهای اولیه‌شون رو برآورده بکنن، هیچی نمیخوان. عاشق امام حسینن، عاشق کشورن، عاشق ایرانن و در مقابل همه تهاجم‌ها و جلوه‌گری‌های بیگانگان خودباخته نیستن جوان‌های با هر ظواهری که هستن. این اصلا مختص یک قش با ظاهر خاصی نیست، با ظواهر گوناگون زبان این جوان‌ها رو انشالله بزرگان ما یاد بگیرن. در ما این ماه مبارک رمضان در ادعیه میخونیم سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته. در وقت میخونم میلرزم، یعنی خدایی که با اهل مملکت خودش دشمنی نمیکنه. این جوانها هم خواهش میکنم هر چقدر هم که دچار مشکلات باشن ناامید نباشن. یأس و ناامیدی یک خوره بزرگی که به روح بسیاری از جوانهای ما افتاده، طبقات برخوردار و کم برخوردار هم فرقی نمیکنه. این یأس رو از خودمون برونیم انشاءالله و یادی هم بکنیم از درگذشتگانمون که همه ما مدیون اونا هستیم. باز هم برمیگردیم به فرهنگ کهن و ارجمند ایرانی. ما یک رسمی داریم که همه میدونیم یه عید اول. بله. شما امسا عید اولتونه. بله. من در فروردین 87 عید اول رو گذروندم، 86 مادر از دست دادم، شما سال گذشته. و این عید اول چقدر زیباست. ببینید فلسفه این که ایرانی ها به چه چیزهایی فکر کردن. یک عزیزی از خانه رفته
وقتی نوروز میرسه، اولین نوروز، بدون حضور اون عزیز باید همه برن و فضای اون خونه رو شاد بکنن برای کسانی که داغدار هستن. این مواهب فرهنگی رو از دست ندیم، اینها رو فراموش نکنیم. خدا رحمت کنه همه رفتگان رو، سلامت بداره همه ماندگان رو و دلهای همه رو شاد بکنه انشاءالله. انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. زنده باشید. سال قشنگی شد با حضور همه شما. کابران عزیز، هادی عزیز، جناب علا. انشاءالله که تکرار بشه. انشاءالله که باز هم کنار هم دیگه باشیم. خب به افتخار عزیزانی که حاضر شدن در استودیو ما، به دست درست درمون بزنید، از محضرشون رو پس میشیم. سال خوبی داشته باشید. حالا یه موسیقی خوبم گوش کنید، ببینید موسیقی خوب چجوریه. خیلی خوش آمدید. فدات شم. قربونتون برم. خیلی محبت کنید. بفرمایید.